مونسا مبارز هرچند از فرمان تازه رهبر امارت اسلامی درباره برخی از حقوق زنان پشتیبانی میکند، اما میگوید که این یک بخش کوچکی از حقوق زنان در افغانستان است که به آن پرداخته شده است. نصفی از پیکر جامعه بیسواد، محروم و در تاریکی باقی بمانه، چگونه با بحث بد دادن میشه مبارزه کرد؟ شیزر که قرار بود امسال نخستین سال تحصیلیش را در دانشگاه آغاز کند، اما تا اکنون نتوانسته به علت مسدود بودن دانشگاه ها این کار را انجام بدهد. با تحولاتی که در کشور رخ داد، این پروسه متوقف شد و ما و هزاران دختر دیگه که این رویایشون بود که به دانشگاه قدم بگذارن، خانه نشین شدن، در خانه ماندن. همزمان هرچند نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان فرمان مولوی هبت الله را می ستاید، اما آن را بسنده ندانسته و تاکید ورزیده که برای تضمین حقوق زنان در همه بخش های جامعه به شمول آموزش، حق کار، آزادی بیان و سهم زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی باید کارهای بیشتری انجام شود. دیدبان جهانی حقوق بشر هم در این باره دیدگاه مشابهی دارد. But they can't seem to see women. آنان به زنان همچون مردمان عام نمی بینند که حق آموزش، حق کار و حق سهم بودن در مسائل سیاسی را داشته باشند و به آنان اجازه نمی دهند که در جامعه سهم داشته باشند و صدایشان را بلند کنند. برخی از بانوان هم در گرد همایی های جداگانه خواهان تامین عدالت اجتماعی در برابرشان هستند. آنان می گویند شغلشان را از دست دادند و باید دوباره زمینه فعالیت در اجتماع را داشته باشند. ما زن 20 سال پیش نیستیم و همه زنان امروز زنای تحصیل کرده هستند. امارت اسلامی همواره تاکید ورزیده که متحد بر رعایت حقوق بانوان بر بنیاد شریعت اسلامی است. روز گذشته هم در فرمان مولوی هبت الله اخونزاده گفته که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است.